انرژی بالا؟ بزن بریم. سلام، من مسیح علی‌نژادم. چقدر دوت میزنن. سلام، من مسیح علی‌نژادم و این یه قسمت دیگه از برنامه تبلته، برنامه برای شما که خود شما هم در تهیهش سهم به سزایی دارید، چه با فرستادن فیلم و ویدیوهایی که با اسلحتون، ببخشید، با تلفنتون برامون میفرستید، چه با نظراتی که در یوتیوب و فضای مجازی با ما در میون میگذارید. ما شما رو جزو تیم تولید تبلت میدونیم، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد. سلام مفیجون، این یه بسیجیه، بکشش مفیجون، داریم مفیجی ها رو میکشیم. بله، حتی شما و کسایی که هیچ رسانه ای ندارن. 13 سال پیش مصطفی منو با ضرب گلوله کشتن. 14 روز دنبال بچه‌م بودم و امروز اومدن دختر منو بردن. به چه جرم؟ به جرم دادخواهی. و اما برسیم به قسمت خبر. با گرمتر شدن هوا ظاهراً اخبار هم داره روز به روز داغ و داغ‌تر میشه. احمد علم الهدا گفته دلیل به وجود اومدن حادثه‌های مثل متروپول و تصادف قطار بی‌بندواری است. پس برای جلوگیری از این حوادث، از این به بعد باید محاسبه سازه ساختمان‌ها و کنترل خطوط راهن رو بدن به کیا؟ به آخوندها. نه واقعا، برای چی میخندید؟ برای چی میخندید؟ همین الان کل اقتصاد مملکت رو یه آخوند با 6 کلاس سواد داره مدیریت میکنه و میبینید که همه چیز استثنایی است. صحبت از شرایط استثنایی شد. قطار مشهد یزد بعد از حادثه دوباره دچار حادثه شد. در پی حادثه دلخراش تصادف قطار مشهد یزد با یک دستگاه بیل مکانیکی که 2 هفته پیش رخ داده بود، هنگامی که داشتن واگن‌ها رو به کمک یک جرثقیل بلند می‌کردن، دوباره واگن‌ها واژگون شد. چون اصلا در نظام جمهوری اسلامی تنها کارکرد جرثقیل برای بالا کشیدن طناب داره. آفرین. و احتمالاً کسی بلد نیست از جرثقیل استفاده بهینه بکنه. ضمناً فقط با الگوی مدیریت جمهوری اسلامیه که میشه 2 بار واژگون شد. صحبت از تصادف و واژگون شدن و سانحه شد. پلیس راهور اعلام کرد 90% ایربگ های خودروهای تصادفی یک پارکینگ در تصادفات باز نشدن. 90% خودروهایی که همگی با زاویه مناسب هم تصادف کرده بودند. در همین حال میر سلیم گفت مقصر باز نشدن ایربگ ها خودروسازان نه، بلکه رانندگان خودروها بودند. از این به بعد در خودروهای سخت جمهوری اسلامی یک تلمبه هم بگذارید تا هنگام تصادف راننده ها سریع، فوری، انقلابی ایربگ ها رو با تلمبه باد کنن. صحبت از ماشین تصادفی شد. خبرگزاری مهر با انتشار تصویر یک خودروی تصادفی ادعا کرد سپاه در اربیل عراق فرمانده اسرائیلی به نام آساف لوتس رو ترور کرد. مشکل اینجاست که این اسم اصلا جعلیه، وجود نداره و به زبان عبری به معنی اینه که او باد معده رها می کند. یعنی مثل اینکه سپاه قدس داره وارد جنگ بیولوژیکی میشه، ما خبر نداریم. موشک های نقطه زن سپاه یا باد معده اسرائیلی کدام پیروز خواهند شد؟ صحبت از باد معده شد، اینو پخش میشه یا بوق میذاریم؟ ای وای، صحبت از باد معده شد، نیوزلند قصد داره از دامداران بابت باد معده گاوها و گوسفندها مالیات بگیره. اگه تو جمهوری اسلامی اجرا میشد، با یک جلسه مجلس شورای اسلامی میشد فقر رو در جهان ریشه‌کن کرد. یا سخنان علم الهدا رو به عنوان پشتوانه پول نظام اعلام کرد. یا شاید برای ایربگ ها فلش کن. و یادتونه 4 سال پیش سلطان سکه رو اعدام کردن، حالا سلطان باد معده. نه، یادتونه اون موقع سکه 4 میلیون بود. قیمت سکه امروز در تهران 4 سال بعد از اعدام سلطان سکه به بالای 15 میلیون رسید. ما رکورد زدیم. و دلار آمریکا در بازار آزاد فروش ارز در تهران با ثبت رقم 32,800 تومان به بالاترین قیمت تاریخی خودش رسید. ما روز به روز رکورد میزنیم. برای این قسمت تبلت ما یک مصاحبه، کمربندم چی؟
این واسه یه کمربند پاره که نمیتونم برنامه رو ولش. این لباسیه که 7 سال پیش پوشیدم و برای این که دوباره یادی از روزای اول تبلت بشه دوباره پوشیدم. واسه یه کمربند لباس دور اندازین. قبل از اینکه بریم سراغ وسط باز هفته، باید به شما بگم که تبلت این هفته یک مصاحبه طولانی داره، مصاحبه مفصلی که از دستش نباید بدید. و اما این هفته ما تصمیم گرفتیم یه کارت زرد بدیم به یک، این ویدیو رو ببینین اول. توی همایشی که گفته میشه وزیرم حضور داشته، کامپیوتر یکی از مسئولین آهنگ بی بی گل ما این رو پخش میکنه و متخصصان حاضرم حالا یا داشتن خیلی با آهنگ حال میکردن یا بلد نبودن دستگاه رو خاموش کنن. خدای من، پس این دکمه بی بی گل قد کن کدومه؟ ولی این ویدیوی جدید که هفته پیش تو فضای مجازی سر صدا کرد رو حتما ببینید. در مورد این ترانه و اینکه ترانه دزدی از یک ترانه عربی و خوانندش هم پرونده قضایی داره، پرونده چی داره؟ جنسی داره؟ حرف زیاد زده شد و اینکه منظور از فرمانده آیا پوتینه یا دیکتاتور چین مهم نیست. مهم اینه که شما مسئولین. ما که میدونیم تو خونه آهنگ ماهین گوش میدید، با گوگوش میرقصید، عشق سفر به اروپا آمریکا رو دارید، سیسمونیتون رو هم از ترکیه میخرید، خودتون از زن بچه‌تون خجالت نمیکشید وقتی این طفلای معصوم و بیگناه رو ابزار تبلیغ پروپاگاندای فرمانده میکنید که خودتون هم تازه بهش اعتقاد ندارید و تازه این بچه ها رو در معرض خطر قرار میدی؟ ها، کارت زرد به هر کسی که از معصومیت این کودکان برای مقاصد مذهبی و سیاسیشون سوء استفاده میکنه. فعلا تا بعد حسابی برسیم به این بحث. و اما وسط باز این هفته، بگید دیگه، حدس بزنید، اصلا سخت نیست. یه راهنمایی میکنم. سلبریتی. حالا عمه زبیده میگه ای به سلبریتی رو گیر داده بچشی که تقصیر من نیست. تقصیر این قماشه که وسط بازی تو خونشونه. داستان چیه؟ این ویدیو رو ببینید. اگر مسئولی فردی در کشور در تدبیرش دچار خلل میشه و اشتباه میکنه، به قیمت و به حساب کلیت یک سیستم نذاریم. خانم مری لازاری، شما همونی نیستی که پارسال میگفتی مردم باید از مسئولین مطالبه داشته باشن؟ چی شد؟ نمیگفتی هنرمند باید طرف مردم باشه؟ چی شد؟ ناگهان یک چرخش چرخنده باری زدی، از هنرمند طرف مردم به یه طرف دیگه الهام خانم چسبیدی. مردم رو جدی بگیرن، مردم هم خودشون رو جدی بگیرن. یعنی مردم هم اگر خودشون مطالبه نداشته باشن، اون کسی که اون بالاست دلش میخواد میزش رو نگه داره. مردم باید مطالبه داشته باشن. این بحث این که هنرمندان میان در رابطه با مسائل صحبت میکنن، من به شدت باش مخالفم. هنرمند باید تریبون مردمش باشه، هنرمند باید حرف مردمش رو بزنه. خیلی ها این چرخندگی مریلا زارعی رو ناشی از تهدیدهای رائفی پور، درست گفتم اسمشو؟ بله. و هنری کسینجر عباسی میدونن که بچه هایت که میشتن بیاییم پایین که سلبریتی ها رو تهدید کردن، اینو هم ترسیدن. ما به دلیلش کاری نداریم واقعا. خانم زارعی، خانم زارعی، من باور دارم مهمترین خاصیت یک هنرمند باید صداقتش باشه. صداقت چند بخشه؟ یعنی اگر حرفی میزنی خودت بهش پایبند باش تا مردم باورت کنن. هنرمندی که یک روز طرف مردمه و فرداش طرف حکومت، میدونی بهش چی میگن؟ فیک، تقلبی. یعنی به جای پرده سینما تو مصاحبه داره نقش بازی میکنه. یک مسئول یک جایی اشتباه کرد، قاعده کار مسئولان جمهوری اسلامی اینه که اشتباه کنن و اگه یکی کار درست انجام داد استثناست و نباید اون کار درست رو به پای کل سیستم گذاشت. اما کدوم یک اشتباه رو میگی خانم زارعی؟ از تبعیض به زنان حرف میزنی یا رکورد اعدام؟ نابودی طبیعت یا ویرانی اقتصاد؟ کدوم اشتباه مورد نظر توئه که نباید به حساب کل سیستم گذاشت؟ خانم مری لازارعی، مردم ایران تشنه صداقتن، ولی شما نه با خودت صادقی نه با مردم.
برای همین وسط باز این هفته شمایی. و اما مهمون این هفته ما، همونطور که از هفته قبل بهتون گفتیم، کیه؟ آقای جعفر محلاتی، کسی که در سال 67 سفیر ایران، ببخشید، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود و الان استاد کالج اوبرلین در ایالات اوهایو توی آمریکا. با هم بریم تا ببینیم چه جوابایی برای سوالاتی داره که خانواده‌های اعدام شده‌های دهه 60 ازش می‌پرسن. سلام بر شما. سلام بر شما و بر شنوندگان ارجمند و عزیزتون. آقای محلاتی، شما یک آخوند بودین، ابا عمامتون کجاست؟ به نظر من بهتره به جای جلد آدم ها به محتوا و کارنامه فکری و اندیشگی و عملیشو بپردازیم و صحبت مثبتی رو انشاءالله برای آیندگان ایران زمین و همه جهانیان داشته باشه. بله، به هر حال می‌خواستم برای شروع سوال می‌خواستم بپرسم که آیا لباس آخوندی رو درآوردید، اندیشه آخوندی رو هم گذاشتید کنار، یا اینکه هنوز معتقدید به همون تفکرات یک آخوندی که در جمهوری اسلامی بودید؟ برای همین می‌خواستم با این سوال شروع کنم. به گمان من به جای برچسب زدن و کلی اندیشی و تعمیمگری که آیا همه روحانیون چنین و چنانند یا همه غیر روحانیون چنین چنانند، به اندیشه و فکر و کارنامه عملی افراد بپردازیم، ترجیح میدم راجع به شکل و قیافه و لباس شما هیچ قضاوتی نکنم. من تصور میکنم قضاوتها رو به بینندگان بسپاریم بهتره. آقای محلاتی، شما در دوران مسئولیتتون به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هزاران ایرانی اعدام شده و خانواده‌های دادخواه شما رو متهم کردن و خواستار اخراج شما از دانشگاه شدن، چون شما رو هم در واقع یکی از اون عاملان اعدام‌ها میدونن که در جریان بودید. شما ولی الان میگید که من خبر نداشتم، بر اساس تمام در واقع ریسرچی که کردم و گفتگوهای شما رو خوندم میگید که اطلاع نداشتم. سوالم از شما اینه، چطور ممکنه سفیر بوده باشید در سازمان ملل از طرف کشورتون جمهوری اسلامی ایران ولی ندونید که در ایران چه میگذره؟ احتمالش بسیار، در خیلی از کشورها هم همینطوره. سفرا لزوما در خبر جزئیات کارهای حکومتیشون قرار نمیگیرن. سفرا یک دستورالعمل خاص دارن، میگن شما این وظیفتونه، این کارها رو باید انجام بدین و لزوما از سر تا ذیل اتفاقات کشورها به اطلاع سفرا نمیرسه. به خصوص که در این قضیه خاص الان همه معترفند از گروه های مختلف، خیلی سری انجام شده و اطلاعات گسترده وجود نداشته. حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور انکار میکنند که اطلاع داشتن. من خانم علی نژاد، آقای محلاتی، اجازه بدین جواب سوال رو دادین، گفتین که سفرا در جریان جزئیات قرار نمیگیرن. آیا اعدام بیش از 5000 نفر از دیدگاه شما جزئیات محسوب میشه؟ من مطلقاً اطلاع نداشتم و در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک یک تلکس، یک مدرک وجود نداره که هیچ گونه اطلاعی به سفیر داده باشن. بنابراین من مطلقاً اطلاع نداشتم. ممنونم که توضیح دادین سابقتون رو، ولی اجازه بدین که سوالایی که مطرح هست رو پاسخ بگیریم. عفو بین الملل میگه که اگر شما در مقامی هستید که باید در جریان موضوعاتی نظیر نقض حقوق بشر در اون کشور باشید، حتی اگر آگاه نبودید، چیزی که شما مدعی هستین، شریک جرم تلقی میشید. آیا غیر از اینه؟ بله، غیر از اینه. ببینید، من با وکیلم مفصل صحبت کردم و در نامه وکیل که خدمت شما هم رسیده حتما خوندید، ایشون به کلی انکار میکنن که عفو بین الملل هیچ موضعی رو علیه شخص من گرفته باشه. ببینید، مسائل زنی و گمانی نه جواب سوالمو نگرفتم، گفتم میکنی. که جواب سوالم بله؟ اصلا جواب سوالم رو نگرفتم، ولی در جریان نباشید بله، شما رو مسئول میکنه از جنایتی که شکل گرفته. انسان بر اساس اطلاعاتش مسئوله، مسئولیت به تناسب اطلاعاته. اگر کسی غیر از این بگی در هر سمتی، سفیر غیر سفیر، حرف بی ربطیست.
مسئولیت دقیقاً به تناسب اطلاعات. انسان بر اساس اطلاعات اقدام میکنه، بر اساس گمان ها که نمیکنه اقدام بکنه. و مسئولیت بگه من حدس میزنم. دقیقاً. و حالا سوالم اینه، مسئولیت شما این بود که بدونید؟ من چگونه میتوانستم بدونم چیزی که اطلاع نداشتم؟ یعنی بگم که دقیقاً مثلا شما کلیه اعمالی که میکنید به من اطلاع بدید؟ کاری که کردم و کار مهمی بود این بود که وقتی که اطلاع پیدا کردم، یعنی آقای گالیندوپول اظهار کرد که احتمالاً اعدام‌های صورت میگیره، بلافاصله با دولت ایران صحبت کردم که نماینده دبیرکار برن اونجا. نه اینو که تکرار دارید میکنید، نه اینو تکرار میکنید، اینو گفتید. سوال بعدی، 5000 نفر اعدام شدن، این همه خانواده سر صدا کردن، جلوی سازمان ملل اومدن اعتراض کردن، آیا شما خودتون باور میکنید که مردم الان حق دارن خشمگین باشن از کسی که بگه من خبر نداشتم؟ یعنی این همه خانواده اعتراض، آیا به مردم حق میدین که از شما خشمگین باشن؟ اجازه بدید من براتون راجع به سال 67 اگه میخواهید اطلاع داشته باشید، من راجع به 67 براتون اطلاع بدم. ببینید 67 چگونه شروع شد؟ بمباران حلبچه در آغاز چند روز قبل از سال 67 صورت گرفت. در اون بمباران 5000 نفر انسان مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن و کشته شدن. من مسئولیت داشتم به محض این اطلاع برم به شورای امنیت و قطعنامه‌ای رو بگیرم برای محکومیت این کار. پدرم در آمد برای اینکه یک قطعنامه نیمبندی از شورای امنیت بتونم بگیرم، برای اینکه کشورها موافقت نمی‌کردن. من با یک سازمان مللی با این ویژگی روبرو بودم. اجازه بدید. خبر بعدی چی شد؟ خبر شدم که شورای امنیت میخواد ایران رو در وضعیت جنگی تحریم کنه. وظیفه من به عنوان سفیر بود که ممانعت کنم از اینکه تحریم در زمان جنگ صورت بگیره، ولی وظیفه مهمتر من این بود که برای صلح کار کنم و سعی کنم دولت ایران رو قانع کنم قطعنامه 598 رو قبول کنه، به نفع ایران هست. موضوع برنامه آقای محلاتی در مورد اعدام ها است. موضوع برنامه در مورد اعدام هاست. شما میگید اطلاع نداشتم، الان چطور؟ الان آیا اطلاع دارید که ابراهیم رئیسی و بقیه سران کشور در اون اعدام ها نقش داشتن یا نه؟ الان بله همه اطلاع دارن. خب سوالم از شما اینه که سوالم حالا از شما اینه، کسانی که پس شما اطلاع دارید الان در این اعدام ها نقش داشتن، به نظر شما آیا جنایت علیه بشریت انجام دادن یا خیر؟ من اول سخنم میخواستم یه جمله رو بگم که فرصت ندادید به من. اون جمله پاسخ شما بود. جمله این بود، من به اعتقادی واقعا معتقد هستم، به اندیشه معتقد هستم، اینو جدی میگم با کمال صمیمیت، که کشتن هر انسانی بیگناه، یک انسان، معادل کشتن همه جهان است. من حقیقتا از ته قلب به این اعتقاد دارم. کشتن یک انسان بیگناه معادل کشتن همه جهانی، همه عالم هست. آقای محلاتی جواب سوالم رو بدید. آیا شما اعدام های که در دهه 60 آقای ابراهیم رئیسی گفتید الان میدونید و اطلاع دارید که اونها نقش داشتن، آیا این رو جنایت علیه بشریت میدونید یا نه؟ ببینید من هر جنگی رو جنایت علیه بشریت میدونم. خاورمیانه. من از شما یه سوالی میکنم. نه من خبر من الان خبرنگار هستم. اجازه بدید من سوال بپرسم. وقتی جنایت علیه بشریت هست، به نظر شما کسانی که در این جریان اعدام‌های گروهی نقش داشتن باید مجازات بشن؟ چون شما صلح درس میدید در دانشگاه، آیا باید مجازات بشن امثال آقای رئیسی که در این اعدام‌ها نقش داشتن یا نه؟ ببینید اتفاقا سوال خوب کردید. من در دانشگاه چه درسایی میدم؟ ببینید من استاد الهیات اسلامی هستم، دو تا کلاس ویژه دارم که خیلی مهمه برای دانشجویانم. الان سالهاست صدها دانشجو دارم و دانشجویان خیلی تشکر میکنن. جواب سوالو میشه بدید؟ جواب سوالم رو. آیا میخوام اینو عرض، آیا باید آقای ابراهیم رئیسی و کسانی که در اعدام من دو تا کلاس درس میدم، اجازه بدید، دو تا کلاس درس میدم، اسم یکیش هست پوزش و بخشایش، اسم یکیش هم هست دوستی. من اعتقاد دارم که در حال حاضر 8 جنگ در خاورمیانه هست، یعنی از مرزهای افغانستان تا نیجریه. در نتیجه این جنگ ها 70 میلیون ما آواره داریم. تمام اینها خانم علی نژاد، تمام اینها جنایت علیه بشریت، یعنی
مقیاس جنایت علیه بشریت عظیمه. دقیقاً آقای محلاتی جواب سوال منو بدید. اجازه بدید. نه اینجا موضوع برنامه در مورد شکایت خانواده‌های دادخواه از شماست و من همین تریبون رو در اختیار شما قرار دادم که به سوالات خانواده‌ها جواب بدین. آیا ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت کردن باید اکنون مجازات بشن در جامعه جهانی یا خیر؟ به نظر من هر کسی که هر انسان بیگناهی رو کشته باید مجازات بشه. یه اصل کلی است. من دارم میگم اگر یک نفر رو بیگناه بکشید شما علیه جنایت علیه بشریت کردید. همینطور اگر یک ترور شخصیت رو علیه یک استاد انجام بدید. بسیار خوب. پس پاسخم رو گرفتم. پس ابراهیم رئیسی از دیدگاه شما به عنوان کسی که جنایت علیه بشریت کرده شناخته میشه. درسته؟ ببینید من عرض کردم همه درگیرن. وقتی که هواپیمای ایرانی رو با 290 نفر زدن ناو وینسنس، این جنایت علیه بشریت نبود؟ جنایت علیه بشریت. هواپیمای اوکراینی الان در دل ایران توسط سپاه با موشک زده شد، آیا جنایت علیه بشریت هست؟ آیا کسی؟ هر شهروند غیر نظامی که توسط نظامیان زده بشود و جانش از دست برود جنایت علیه بشریت هست؟ پس پاسخ سوال من رو بدید. آیا شما خواستار محاکمه؟ جواب من از سوال شما بسیار کلانتر هست خانم علی نشید. شما توی برنامه حضور دارین که باید این سوال جواب بدین. آیا الان به عنوان ببنید. کسی که در آمریکا هستید خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، خواستار محاکمه خامنه ای و کسانی هستید که هواپیمای اوکراینی رو زدن و ایرانیان رو کشتن، خواستار محاکمهشون میشید همراه با دادخواهان؟ ببینید من در کلاسم بخشایش و پوزش رو درس میدم و در کلاسم به دانشجویان میگم که بچه ها جهان ما با 70 میلیون آواره و 8 جنگ در خاورمیانه نیاز به بخشایش و پوزش، نیاز به نلسون ماندلا و نیاز به گاندی داره. گاندی میگفت اگر قرار باشد به ازای هر چشم یک چشم گرفته شود تمام جهان کور خواهند شد. من معتقد به این حرف، من معتقد حرف لوترکینگ هستم که میگفت جنگ ضروری نیست، ما باید جنگ رو برچینیم. آقای محلاتی یک محاکمه یک نفر یا دو نفر نیست، داستان این است که یک نگاه برچیده شود بساطش، نگاه جنگ محور. موضع من اینه آقای معلاتی. آقای معلاتی ماندلا و لوتر اجازه بدید جواب سوال منو ندادین. پاسخ شما اینه چرخه باطل انتقام کشتن به هیچ جا نخواهد رسید. الان اینجا در این برنامه کسی صحبت از کشتن نکرد. جواب سوال منو بدید. آیا شما اجازه بدید در این برنامه کسی صحبت از کشتن نکرد. آیا شما خواستار مجازات خامنه ای ابراهیم رئیسی هستین به عنوان کسانی که جنایت علیه بشریت کردن؟ چون شما گفتید کشتن هر انسان جنایت علیه بشریته. صحبت از بخشایش رو بگذاریم خانواده های دادخواه مطرح کنن نه شما. بفرمایید. من خدمتتون عرض کنم. ببینید همه چیز اولویت داره. اولویت اول من مهمترین کار جلوگیری از جنگ دیگریست در خاورمیانه. برای این کار وقت میگذارم و تلاشمون رو متوجه این میکنم. در وضعیت فعلی مهمترین اولویت من اینه جلوگیری از جنگ دیگری در خاورمیانه. اولویت من اینه. آقای محلاتی شما متهمید. شما خودتون متهمید به اینکه جنایت در علیه بشریت صورت گرفته و اون زمان مسئولیت داشتید. جنگ اگر قرار جلوش دروغی. این اتهام دروغی بیش نیست. من هیچ اتهامی ندارم، عفو بین‌الملل هیچ نکته‌ای راجع به من ندارد، وکیل من نامه محکمی نوشته. اگر کسانی مدعی غیر از این هستند در دادگاه‌ها بازه. حالا من اینجا ببینید من این نکته رو می‌خوام شما بفهمید. اگر حقیقتی در گفتار منتقین من باشد و امثال من، لازم نیست کار به خیابان کشیده شود. امور خیابانی کارهاییست که امثال ترامپ انجام میده. ما داریم از مجازات حرف میزنیم آقای محلاتی. و سوال آخرم از شما دادگاهی الان برگزار شده که حمید نوری در سوئد به جرم اعدامهای دهه 60 داره دادگاهی میشه. با من آخرین سوال، فکر میکنید که یک روزی خود شما آقای خامنه ای ابراهیم رئیسی هم به عنوان کسانی که در دوران مسئولیتشون اعدام شده در دادگاهی حضور پیدا بکنید چشم در چشم خانواده ها؟
من اولا به شما بگم که خیلی مایلم که چشم بر چشم خانواده ها بدوزم و باهاشون همدلی کنم در این داغداری که دارم و به اونها هم بگم که من همدل شما هستم، همینجور که همدل کسانی که توسط سلاح‌های شیمیایی از بین رفتن، کسانی که توسط حمله امریکا به هواپیمای مسافربری از بین رفتن، من همراه اونها داغدار همه اونها هستم. آقای محلاتی، خانواده آقای بازرگان، چشم همه اونها میدوزم و بهشون میگم که جهان ما نیازمند گاندی ها و ماندلا هاست، بخشایش، عفو و جلوگیری از چرخه باطل خشونت و انتقام. آقای محلاتی، خانواده لادن، آقای معلاتی، خانواده بازرگان که دو عزیزشون در دهه 60 اعدام شده گفتن شما هرگز حاضر نشدید چشم در چشم اونها حضور پیدا بکنید و به سوالاتشون پاسخگو باشید. پس الان در این برنامه شما گفتید حاضرید با خانواده های کشته شدگان دهه 60 حضور پیدا بکنید و به سوالاتشون جواب بدین؟ با خانواده های بله، با خانواده هایی که در واقع یک اجندای سیاسی برای تخریب استاد ندارن. من با اون خانواده ها قطعا ملاقات میکنم با اشتیاق. با خانم بازرگان که به حمایت یک روزنامه اسرائیلی میخوان یک استاد رو تخریب کنن بدون مدرک، البته هیچ سخنی من ندارم. آقای محلاتی، خانم بازرگان گفتن از شما این سوال رو بپرسیم. شما میگید در دوران مسئولیتتون در سازمان ملل خبر نداشتید که جمهوری اسلامی اعدام میکنه. الان چطور؟ الان اعدام شده، داخل ایران معترضان اعدام شدن. الان 1500 نفر در آبان کشته شدن. در 88 در دیما الان چی؟ الان که اطلاع دارید آیا جمهوری اسلامی رو جنایتکار میدونید یا نه؟ ببینید، من به عنوان یک استادی که در امریکا تدریس میکنم دائما در معرض انواع اخبارها هستم. مثلا به میشنوم که 80 نفر در عربستان و سعودی گردن زده شد. جواب سوال من رو ندادید. از شما خانواده های دادخواه میپرسن. خانواده حامد، اجازه بدین. بله. شما ایرانی هستید. بله. خانواده های دادخواه ایرانی از شما میپرسن. سفیر سازمان ملل بودید. آخوند بودید. در وزارت خارجه کار میکردید. میگید اطلاع نداشتم. الان که اطلاع دارید 176 مسافر بیگناه رو سپاه سرنگون کرد، آیا جمهوری اسلامی سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو به عنوان کسانی که جنایت علیه بشریت کردن میشناسید یا نه؟ من هر کسی در هر جای دنیا شهروند بیگناه غیر نظامی رو از بین ببره حتما محکوم میکنم. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه و همینجا قول گرفتیم از شما که چشم در چشم خانواده های کشته شدگان دهه 60 به سوالات اونها پاسخ بدید. سپاسگزارم از حضورتون. مکملانه. خداحافظ. آیا با این پاسخ ها قانع شدید یا نه؟ برای من در یوتیوب، اینستاگرام، توییتر و شبکه‌های اجتماعیتون بنویسید و بر اساس قولی که خود آقای محلاتی دادن ما لیستی از خانواده کشته شدگان دهه 60 رو براشون میفرستیم در برنامه چشم در چشم خانواده ها به سوالهاشون پاسخ بدن. هر هفته اما تعداد زیاد ویدیو به دست ما میرسه. شما میتونید ویدیوهاتون رو برامون از این طریق ارسال بکنید. ما هم حتما ویدیوهاتون رو پخش میکنیم. دو تا دوربین اینجا با ماست ولی میلیون ها دوربین کنار شماست که شدید صدا و سیمای خودتون. سانسور پر، بچرخ تا بچرخیم. ببینید اینه وضع مملکت. اینجا خیابون مولویه، کوچه چراغ برق. اینجا الان روز خوب، ساعت خوب، وضع خوبه. این کوچه است. معتادا کارتون خوابا خوابیدن کف این خیابونا، دارن تزریق میکنن، نیستن اینا رو سر و سامون بدن. نمیگیم جمعشون کنن، نه، سر و سامونشون بدن. ببینید اینا به غیرتشون بر نمیخوره، شانه رو سری ما بیفته بهشون بر میخوره. اینکه این جوونا، این آقایون باید بیان اینجا دست فروشی، همینا رو هم شهرداری به خدا نمیذاره. دو دقیقه شهرداری گورشو گم کرده، اینا تونستن وایسن. به اول فصل که اگه بذارن اینجا، الان ساعت خوبشه، الان ظهر که رچه همه میان اینجا میریزن. تازه ببینید دارن بساط میکنن، اینجا جا نیست برید دیگه. مگه شهر بی صاحبه که تو بیای من اینجا قدم آهسته بریم؟ من دارم میرم خونم. با این سرعت دیگه تو درست کردی؟ سرعت من کاملا پوشیده است. تو حق نداری سر من داد بزنی. به من بگی بی شور عوضی، آشغال عوضی، حق چنین حقی نداری. مثلا مامور دولتی تو؟
حفظ امنیت آره. مثلا دیدم با این تعبدی که شما درست کردید. بله من چه سر وضعی درست کردم؟ خجالت بکش. مثلا وحشی ها میریزی تو خیابون داد میزنی سر من. خجالت بکش. وحشی خودت خجالت بکش.